سلام دوستان عزیز، ما با آژانس توریستی فرزاد هتلز آشنایی با جمهوری بلاروس ادامه میدیم و در بلاروس فصل سرما اومد و ما اومدیم موزه جنگ میهنی و امروز درباره تاریخ جنگ میهنی و نقشش در زندگی بلاروس ها بدونیم. این موزه اولین موزه تاریخ جنگ میهنی در جهان و بزرگترین مجموعه آثار باستانی تاریخ جنگ میهنی میباشد. مراسم افتتاحیه ساختمان جدید این موزه در سال 2014 توسط رؤسای جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه، الکساندر لوکاشنکو و ولادیمیر پوتین برگزار شد. مجموعه موزه تاریخ جنگ میهنی شامل ساختمان خود موزه، آبلیسک مینسک شهر قهرمانی و پارک پیروزی می باشد که در نزدیکی نمیگا قرار دارد. ساختمان موزه دارای 10 سالن نمایشگاه و تالار پیروزی واقع در زیر یک گنبد شیشه‌ای می باشد. در حال حاضر مجموعه موزه تاریخ جنگ میهنی شامل بیش از 154,000 مورد موزه‌ای و مواد کمکی علمی است. مجموعه های مجلات دستنویس پارتیزانی و سلاح‌های پارتیزانی دستساز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سالن دوم این نمایشگاه دلایل آغاز جنگ جهانی دوم نشان داده شده است. نقش اتحاد جماهیر شوروی در مبارزه برای صلح و ایجاد یک سیستم امنیت جمعی منعکس شده است. پاویون سوم نمونه هایی از سلاح ها و تجهیزات نشون میده که چگونه در طول جنگ بزرگ میهنی ارتش سرخ برتری فنی خود را بر بلوک متجاوز افزایش داد و خونین ترین جنگ قرن بیستم را با پیروزی به پایان رساند. در طول نبردهای دفاعی تابستان 1941 سربازان و فرماندهان ارتش سرخ سرسختانه جنگیدند و با وارد کردن خسارت به دشمن پیشروی آن را به سمت مسکو به تأخیر انداختند. جنگ سریع آلمان فاشیست شکست خورد. نقطه عطف در جنگ نیز به لطف شاهکار بی سابقه کارگری مردم شوروی و کار نیروهای عقب به دست آمد که همه چیز لازم را برای شکست دادن دشمن در اختیار جبهه قرار داد. Да, мы расстанемся с тобой, лён зелёный, да клён будрявый.
در سالهای 1944-45 جنگ میهنی وارد مرحله نهایی خود شده است. نیروهای ارتش سرخ مهاجمان را به طور کامل از مرزهای اتحاد جماهیر شوروی بیرون کردند و عملیات نظامی را به قلمرو کشورهای اروپایی مرکزی و جنوب شرقی منتقل کردند و مردم چکسلواکی، رومانی، بلغارستان، مجارستان، اتریش، لهستان و غیره را آزاد کردند. نمایشگاه موزه دولتی جنگ میهنی با تالار با شکوه پیروزی تزیین شده به شکل گنبد شیشه‌ای رایشتاگ برلین که در سال 1945 سربازان شوروی پرچم پیروزی را بر فراز آن برافراشتند. خب دوستان عزیز، برای امروز سفرمون تموم شد. خیلی تشکر میکنیم که با ما و آژانس توریستی فرزاد هتلز همراه بودید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. دکویم دفعه چنیه.